سرخط خبرها. تلاش تازه دولت ایران برای مهار تورم و نقدینگی. بانک مرکزی میگوید 50,000 میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر میکند. هک شدن حساب‌های توییتر چهره‌های مشهور از باراک اوباما تا بیل گیتس. هکرها بیش از 100,000 دلار کلاهبرداری کردند. جهان همچنان درگیر مقابله با ویروس ویرانگر. اسپانیا برای بیش از 28,000 قربانی کرونا مراسم یادبود برگزار کرد. و آتش سوزی و گرمای بی سابقه در سیبری و قطب شمال. دانشمندان میگویند نتیجه خرابکاری انسان در طبیعت است. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفته انتشار اوراق ودیعه میتواند 14% رشد نقدینگی را در این کشور کاهش دهد. بانک مرکزی ایران دیروز اعلام کرده بود که قصد دارد برای مقابله با تورم و پیامدهای منفی رشد نقدینگی 50,000 میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند. دولت پیشتر هم برای کنترل نقدینگی اوراق قرضه دولتی را برای فروش در بازار سهام عرضه کرده بود و نرخ سود پرده های بانکی را بالا برده بود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اوراق ودیعه، تازه ترین تصمیم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که عنوان اصلی بعضی از روزنامه های اقتصادی امروز ایران شد. اوراقی که با آنها مردم می توانند با بانک مرکزی قراردادی ببندند و برای حفظ ارزش پولشان آن را به عنوان ودیعه به این بانک بسپارند. سپرده در بانک میماند و سپرده گذار تا پایان مدت قرارداد نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. بعد از پایان مدت قرارداد که 2 سال است، اصل پول به اضافه مازادی برای جبران کاهش ارزش آن به صاحبان اوراق پرداخت میشود. بر اساس آنچه اعلام شده، ارزش این اوراق 50,000 میلیارد تومان خواهد بود که به گفته بانک مرکزی انتشار کل این مبلغ می تواند 14% رشد نقدینگی را کاهش دهد. انتشار هر 10,000 میلیارد تومان اوراق ودیعه رشد پای پولی و نقدینگی را به میزان 2.8% کاهش خواهد داد. پیش از این هم غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که با استفاده از ابزار اوراق ودیعه بانک مرکزی دارایی‌های مازاد مردم و بانک‌ها را جذب کرده و برای مدتی از گردش خارج می‌کند. آقای مصباحی مقدم گفته بود که این منابع باید به طور مستقیم در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود که دولت به دلیل کسری بودجه قادر به تأمین آنها نیست. سخنانی که باعث شد بسیاری اطمینان به اوراق ودیعه را از دست بدهند. از دیروز تا کنون که روزنامه ها مطالبی درباره اوراق ودیعه منتشر کردند، بانک مرکزی به جز خبری سپاراگرافی جزئیات بیشتری از آن منتشر نکرده. در این مطلب کوتاه عنوان شده که انتشار این اوراق به بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار نیاز دارد. همچنین تا پایان وقت اداری این هفته چگونگی پرداخت و محاسبه سود این اوراق ودیعه اعلام نشده، اما رسانه‌ها به نقل از بانک مرکزی گفتند میزان سود با نرخی حد اکثر معادل نرخ تورم سالیانه محاسبه می‌شود. دولت ایران می‌گوید اوراق ودیعه اهرمی برای کنترل نقدینگی است. شورای پول و اعتبار همچنین در تصمیمی دیگر سقف سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد و به 18% رساند. در سال‌های 97 و 98 بیش از 900,000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی در اقتصاد ایران اضافه شده. بانک مرکزی ایران در ابتدای تیر ماه اعلام کرد حجم نقدینگی در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل بیش از 7% رشد داشته. اما نکته مهمتر آن که در رویدادی کم سابقه رشد پایه پولی در این دوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به 40% و از رشد نقدینگی بیشتر بوده. این خود نشانگر افزایش سرعت نرخ تورم در ماه‌های آینده است. شیدا هوشمندی، BBC.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای علوی، چقدر این اقدام دولت در کنترل نقدینگی میتونه مؤثر باشه؟ این پدیده، این ابزار تازه نیست، در کشورهای دیگه هم استفاده شده، گفته میشه به نام زیرو باندز. و البته در کشورهای دیگه به این معنا که چون حساب و کتاب اقتصادی سر جاش، اقتصاد شفاف، میتونه تا حدی مؤثر باشه. در ایران از اون جهت که کسر بودجه بسیار زیاده و افزایش نقدینگی در سال گذشته بیش از 30% بوده، خب این نمیتونه مشکلاتی رو حل بکنه در شرایط فعلی، مشکلات رو به آینده منتقل میکنه. چرا؟ برای اینکه دولت بعدی یا دولت‌های بعدی میباید اصل و فرع این پول‌ها رو پرداخت بکنن به کسانی که این سپرده گذاری رو کردن. مشکل اساسی اینه که کسر بودجه باید جبران بشه و این در صورتی میسره که درآمدهای دولت بره بالا و اون مصارف رانتیش کاهش پیدا بکنه، ساختار بودجه تغییر کنه. منتها ساختار بودجه به دلایل نفوذ باندها و به هر حال محافلی که وابسته هستن به ولی فقیه نمیتونه تغییر بکنه، در نتیجه مشکل سر جای خودش باقی خواهد. و فکر میکنید که مردم چقدر اعتماد خواهند کرد و سپرده‌های خودشون رو در بانک‌ها خواهند گذاشت؟ به دلایل اینکه حاکمیت اعتبارش بسیار محدوده و سرمایه اجتماعیش بسیار کاهش پیدا کرده، نمیشه انتظار داشت که استقبال زیادی ازش بشه. به ویژه اینکه بپذیریم که اکثریت خانوارهای ایرانی الان پسندازی ندارن که بخوان استقبال بکنن از شرایط، و در ضمن بازارهای دیگه ای هست مثل بازار سکه ارز یا بازارهای دیگه که میتونن سرمایه گذاری بهتری باشن نسبت به این اوراق ودیعه، و در نتیجه هم به لحاظ انگیزه هم به لحاظ اعتبار حاکمیتی به نظر نمیاد که استقبالی بشه. کما اینکه در مورد اوراق قرضه پیشین که دولتی که پیش از این منتشر شده استقبالی ازش نشده، و الا اون اوراق قرضه میتونست کفایت بکنه مشکلات حاکمیت رو. متشکرم از شما احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی از استکهلم سوئد با ما. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. بهای هر دلار آمریکا امروز هم در بازار آزاد ایران افزایش پیدا کرده، از 24000 تومان فراتر رفت. هر دلار آمریکا دیروز 23970 تومان معامله می‌شد. بهای سکه طلا هم امروز به مرز 11 میلیون تومان رسید. ارزش دلار آمریکا در یک هفته گذشته بیش از 7% در برابر ریال ایران افزایش داشته. در ایران سپاه پاسداران گفته در حمله یک تیم به گفته این نهاد ضد انقلاب در استان کردستان یک عضو بسیج و یک نفر از کارکنان بخشداری کشته شدند. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این حمله شب گذشته در اطراف یکی از روستاهای منطقه اورامان از توابع سرواباد رخ داده. سازمان حقوق بشری هنگاف هم از وقوع یک درگیری مسلحانه در این منطقه و زخمی شدن 4 نفر از اعضای سپاه پاسداران خبر داده. سیل و آب گرفتگی در چند استان ایران دست کم 4 کشته بر جای گذاشته. مناطقی از 13 استان شمالی و غربی ایران دچار سیل و آب گرفتگی شده و برخی از جاده‌های روستایی به دلیل سیل بسته شدند. بنابر اظهار نظر مقام‌های محلی، خسارت مالی سیل به مزارع، خانه‌ها و کسب و کارها میلیاردها تومان برآورد شده. این چندمین سیل ماه‌های اخیر در ایران است. دیشب حساب چندین چهره سرشناس در شبکه اجتماعی توییتر هک شد و توییت هایی از طرف آنها منتشر شد که به کاربران وعده میداد در ازای پرداخت هر 1000 دلار بیت کوین یا رمز ارز، 2000 دلار به آنها برمیگردد. اتفاقی که منجر به محدود شدن حساب بسیاری از کاربران در توییتر شد. توییتر میگوید تحقیقاتش در این باره ادامه دارد، اما افزود بعضی از کارکنانش که به سیستم های داخلی آن دسترسی داشتند طرف مهندسی اجتماعی قرار گرفتند. علی نیکویی، کارشناس اینترنت و کامپیوتر از شهر نیوخین در هلند با ما هستن. آقای نیکویی، بیشتر میشه به ما توضیح بدید اینکه توییتر گفته که بعضی از کارکنانش هدف مهندسی اجتماعی قرار گرفتن، دقیقا یعنی چی؟ حمله که اتفاق افتاده بر اساس اطلاعیه که توییتر داده، یه حمله بوده که کارمندان توییتر رو مورد حمله قرار دادن. حمله هم به این شکلی که در واقع فریبشون دادن و تونستن از طریق اونا به سرورهای یا به سیستمای توییتر دسترسی پیدا کنن و بتونن اکانتایی که گفتید و بیشتر اکانتای تایید شده وریفاید هستن دسترسی داشته باشن و این توییتر از طرف اونا منتشر بشه.
و این چقدر خطر این رو بالا میبره که سوء استفاده های این چنینی از طریق شبکه های اجتماعی ممکنه که دوباره تکرار بشه؟ ببینید، این یه مدلی حمله هست که اولین بار نیست. قبلا هم من اگه اشتباه نکنم سال 2012 بود گوگل اینجوری حمله شد بهش. و مسئله اینجاست که شما ممکنه یه شرکتی رو داشته باشید که تمام مسائل امنیتی رو رعایت کنه، بهترین تجهیزات رو بخره و کارهای دیگه. مسئله اینجاست که اصطلاحا توی مسائل امنیتی میگن آسیب پذیرترین بخش نقطه امنیتی کارمندا یا کارکنان یا آدما هستن به صورت مشخص. و این مسئله یه که نمیشه کاریش کرد. وقتی اینم در نظر بگیرید که البته اینو جای اعلام نکنه، ولی ممکنه از این باشه که توییتر چند وقت پیش اعلام کرد به خاطر مسائل کرونا کارمند از خونه کار میکنن. من و شما یا هر کسی دیگه که از خونه کار میکنیم مسلما تجهیزات امنیتی که داریم خب خیلی ضعیفتر از جایی که داریم بیزنسمون رو انجام میدیم یا کار رو داریم انجام میدیم. ممکنه حمله از این طرف بوده باشه یا ممکنه صرفا یه فریبی بوده باشه. این مدل حمله هایی که تقریبا هیچ راهکاری براش وجود نداره جز اینی که آگاهی عمومی امنیتی کارمندا و آدما بالاتر. دقیقا سوالی که پیش میاد این هست که چطور کاربران، عده زیادی از کاربران به دام چنین چیزی میافتند؟ ببینید، این کاملا اتفاق میفته. این مدل کلاهبرداری هایی که ما این که مثلا میگم فلان آدم زنگ میزنه میگه من اینقدر پول میخوام، نمیدونم حالا از طریق ترحم آدم ها، از طریق ترسوندن آدم ها، یا هزار تا شیوه های مختلف هست که کلاهبردار استفاده میکنه. این همون مدلی هست که ما توی بحث هک یه شیوه های مختلف هک داریم و این جزء شیوه های هک غیر تکنیکال قرار میگیره و یکی از موثرترین روش های هست که استفاده میشه و یه مدت زمان خیلی 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 طولانی هست، میشه گفت حتی هزاران سال دارن از این شیوه استفاده میکنن برای اینکه بتونن آدما رو تحت تاثیر قرار بدن و بتونن از طریق اونا به چیزهای دیگه برسن. این همین اتفاقی که افتاده و تنها راهش اینه که آدما هوشیاریشون رو بیارن بالاتر. و خب این خیلی حرف نامفهومیه بگیم هوشیاری آدما بیاد بالاتر، چون به نسبت موقعیت اجتماعی جغرافیایی حتی موقعیت شغلی که آدم‌ها دارن اینا فرق میکنه و به خاطر این مسئله خیلی پیچیده میکنه و هکرها از این خیلی خیلی استفاده میکنه. متشکرم از شما علی نیکویی، کارشناس اینترنت و کامپیوتر از شهر نیوخین هلند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. معاون بانک مرکزی ایران میگوید تصمیم این بانک برای انتشار اوراق ودیعه 14% رشد نقدینگی را کم میکند. توییتر میگوید هدف قرار گرفتن بعضی کارکنانش که به سیستم‌های داخلی آن دسترسی داشتند دلیل موفقیت هکرها در رخنه به حساب چند چهره سرشناس این شبکه اجتماعی و سوء استفاده از هویت آنها بوده. در ادامه برنامه، هشدار دانشمندان درباره گرمایش زمین، نفس سیبری و قطب شمال حبس شده. آغاز موج تازه کرونا در برخی کشورهای جهان هشدار دهنده شده و باعث شده مقررات قرنطینه دوباره در این کشورها برقرار شود. در اسپانیا و یونان استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی اجباری شده. از سوی دیگر در سوئیس انجمن پزشکان متخصص زنان اعلام کرده زنان باردار جزء گروه‌های پرخطر هستند و عوارض ابتلا به کرونا در آنها 3 تا 5 برابر بیش از دیگران است. همزمان آمارها در بریتانیا و چین که نشان می‌دهد ویروس کرونا بر اقتصاد این دو کشور اثر متفاوتی داشته. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فرهمند. پادشاه اسپانیا فیلیپ ششم بامداد امروز در کاخ سلطنتی میزبان آیین گرامی داشته 24800 تن از رعایایش شد که جان بر سر کرونا گذاشتند. با مهمانانی که نماد همبستگی ملت‌ها در برابر ویروس عالمگیر بودند. رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا و رئیس سازمان جهانی بهداشت. این مراسم نه به معنای اعلام پیروزی بر کرونا است، نه پایان این بلا و تنگنایی که بشر را در آن انداخته. موج تازه کرونا از گوشه شمال شرق اسپانیا دوباره برخاسته. کشور را دوباره به قرنطینه کشانده. دهان بستن در همه جا اجباری شده، حتی در ساحل دریا. ساحلی که همیشه دریایی از پول گردشگران را به جیب اسپانیایی‌ها می‌ریخت. ویروس کرونا امسال این دریای پول را خشکانده.
اینها هم کارگرانی هستند که کارشان را از دست دادند. صورتک دزدهایی را بر چهره زدند که سریال پربیننده اسپانیایی خانه کاغذی آنها را قهرمان ضد سرمایه‌داری کرده. سرود پارتیزانی بلا چاو می‌خوانند و معترضند که در این تنگینای کرونا سرمایه‌داران شرکت نیسان ژاپن بر آنها رحم نکردند. کارخانهشان را در اسپانیا بسته 25 هزار نفر را از نان خوردن انداختند. بدتر از اسپانیا بریتانیا است. با آمار بیش از 45 هزار کشته پیشتاز اروپا در قربانی دادن به کرونا. زخم کرونا بر پیکر اقتصاد بریتانیا تازه دارد خودش را نشان می دهد. 650 هزار حقوق بگیر دستمزد ماهیانهشان را از دست داده اند. شمار متقاضیان بیمه بیکاری به 2 میلیون و 600 هزار رسیده. تازه اقتصاددانها می گویند برای بررسی اثر کرونا بر بازار کار باید تا پاییز صبر کرد. تا آن زمان انتظار می رود 29% شرکت ها و مؤسسات شمار کارکنان خود را باز هم کاهش دهند. در بریتانیا از کشاورزان توت فرنگی کار آسیب دیدند تا مالکان هواپیماهای مسافربری. سرمایه‌داران شرکت بریتانیای ویرجین برای اینکه شراکتشان سر پا بماند ناچار شدند 1.5 میلیارد دلار از جیب خود خرج شرکت کنند. اما در چین پیروزمندانه از هواپیمای تازه مسافربری ساخت خودشان رونمایی کردند. چین که به گفته دونالد ترامپ بلای کرونا را به جان جهان انداخته، امروز اعلام کرد که در همین 3 ماه گذشته که کرونا گلوی اقتصاد جهانی را می‌فشرد، اقتصاد چین رشد هم کرده، در حالی که در ماه‌های پیش از کرونا تولید ناخالص داخلی چین افت بی سابقه 6.8% را نشان می‌داد، در 3 ماهه کرونا زده اخیر 3.2% رشد داشته. مرداد فرهمند، بی بی سی. در ایران رضا جلیلی خوشنود معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته موج دوم کرونا که به گفته او از نیمه دوم خرداد شروع شده از موج اول بسیار سنگین تر است. آقای خوشنود گفته برای کنترل موج دوم کرونا در پایتخت ممکن است قرنطینه چند روز یا چند هفته ادامه پیدا کند. همچنین بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 198 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و 2500 نفر هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت افغانستان هم از ابتلای 76 نفر دیگر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. در این مدت 21 مرگ ناشی از بیماری کووید 19 هم ثبت شده که با احتساب آن شماره جان باختگان از این بیماری در افغانستان به 1115 نفر می‌رسد. در روزهای اخیر مسدود شدن شمار زیادی از حساب‌های بانکی متعلق به شهروندان خارجی ساکن ایران خبرساز شده. به گفته رسانه‌ها و فعالان اجتماعی به دنبال این اقدام عده زیادی از این افراد برای فعال کردن دوباره حساب‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کردند. دیروز مدیر شعب بانک انصار در خراسان رضوی از حل مشکل 18 هزار حساب بانکی شهروندان غیر ایرانی در این استان خبر داد و گفت بقیه حساب‌های مسدود شده هم در روزهای آینده فعال می‌شوند. 2 نفر از افغان‌های مقیم ایران درباره مسدود شدن حساب‌هایشان و مشکلات ناشی از آن به بی بی سی فارسی توضیح دادند. من حساب بانک ملت دارم، هم من دارم، هم خواهرم و هم مادرم. بعد این دفعه 4 هستش که این حساب داره بسته میشه. من تا الان 2 الی 3 بار رفتم بانک، بعد به من گفتن که باید برم کافینت اونجا اقدام بکنم، یک شماره دریافت بکنم از طرف وزارت دارایی یا وزارت مالیاتی، همچین چیزی هستش، یه شماره به ما میدن، ما این شماره رو به بانک میدیم، اونها وارد سیستم میکنن و بعد هم حساب ما رو باز میکنن. ولی این دفعه هیچ پیامی که نیومده، هیچی. بعد حساب تمام اعضای خانواده من بسته شده، بعد هم هیچ پیامکی برای ما ارسال نشده که قصد دارن حساب ما رو مسدود بکنن. و در مورد
شماره حالا شهاب یا یه همچین چیزی هم اصلا ما اطلاعی نداریم، یعنی من خودم تا الان نشنیده بودم، چون چیزی از ما نمیخوان، فقط از ما میخوان که بریم کافینت شماره رو دریافت بکنیم و براشون روی برگه پرینتش رو بگیریم و بهشون بدیم. یک مسئله دیگه هم که هستش این هستش که اگه کسی بخواد به حساب ما پول واریز بکنه به راحتی میتونه این کارو بکنه، ولی تو قسمت برداشت کردن و یا انتقال پول دادن همیشه حساب ما بسته هستش. و یکی دیگه از مشکلاتی هم که ما داریم این هستش که خب خیلی از ماها مستأجر هستیم، الان نزدیک قرارداد خونه ما هستش، ما باید به حساب صاحبخونه پول بریزیم. وقتی این اتفاق میفته ما چطور میتونیم کار انجام بدیم؟ یعنی اصلا خود صاحب خونه مطمئن شد اصلا باور نکنه که یه همچین اتفاقی داره برای ما میفته. بعد اینکه ما بخوایم خرید بریم، یا یعنی اینکه خدای نکرده یکی از ماها مریض به شما بخوایم بریم بیمارستان، توی بیمارستان ما چطور میتونیم به پول دسترسی داشته باشیم وقتی حساب همه اعضای خانواده همزمان با هم بسته میشه؟ از طرف دیگه تو این اوضاع کرونایی که این همه آدم دارن مریض میشن، اصلا عاقلانه نیستش که من یا اعضای خانوادم هممون با هم مراجعه کنیم به بانک تا ازشون بخوام که حسابهای بانکی ما رو هم باز بکنن. الان حتی مثلا ما نونوایی محل ما هم پول نقد قبول نمیکنه، میگه حتما باید کارت بکشید. توی همچین زمانی اینا کارتا رو گرفتن مسدود کردن، حالا کاش حداقل میذاشتن اقامتمون تموم شه، حتی زودتر از اونم گرفتن مسدود کردن. این شناسه فراگیرم که میگید من از قبل گرفتم به بانک دادم، بانک اینو داره، باز من نمیدونم چرا مسدود کردن حساب منو. فاد مسیحا همکارم اینجا در استودیو با ماست. فاد، همونطور که از این دو نفری هم که با ما تماس گرفته بودن شنیدیم، این اتفاق قبلا هم افتاده، چرا چنین اتفاق میفته؟ در واقع اعتبار حساب‌های بانکی در ایران طوری که به ما گفتند با افرادی که صحبت کردیم منوط به اعتبار دوره اقامت شهروندان خارجی، خب بیشترم که افغان‌ها هستند در ایران، منوط به دوران اعتبار دوران اقامتشان است. یعنی اینا هر سال باید قبل از این که دوره اقامت از اینا تمام بشه باید اقامتشان تمدید کنن و همزمان به بانک ها اطلاع بدن و اطلاعات اقامت جدید خود کامل بکنن که حساب از اونو بسته نشه. بنابراین این هر سال مشکلات اینچنینی پیش آمده و همینطور که از یکی از مخاطبان شنیدیم در سالهای گذشته بارها و بارها حساب های بانکی شهروندان افغان و شهروندان غیر ایرانی بسته شده. اما نکته ای که امسال کمی مثلا نگرانی ایجاد کرده و خبرساز شده یکی ای بوده که بیشتر اینا میگن که ما اطلاعی نداشتیم، کسی به ما خبر نداده بود که در حال اعتبار حساب بانکی ما در حال تمام شدن است و ما باید بریم تمدید بکنیم. و دومی که در زمانی اتفاق افتاده که ایران در روزهای اوج کرونا به سر میبره، به خصوص بیشترین حساب‌های مسدود شده طوری که رسانه‌ها گزارش دادن در خراسان رضوی بوده و در شهر مشهد، که وضعیت شهر مشهد از نظر شیوع کرونا امروز در این روزها وضعیت عادی نیست و مراجعه تعداد زیادی از این افراد به بانک ها نگرانی ایجاد کرده که ممکنه خیلی از اینا در رو تجمع افراد اینا به کرونا مبتلا بشن. اما یک نکته را به نقل از مدیر شعب بانک انصار در خراسان رضوی که به ایرنا گفته بود 18,000 حساب بانکی مشکل مسدود شدنش رفع شده و باز شده، بگم که درباره علت این گفته بود که علت این که چرا مسدود شده، گفته بود که با تاکید به اینکه باید اینا اطلاعات خود آپدیت میکردن، گفته بود یا خود این مشتری ها مراجعه نکردن پیش از زمان مقرر یا هم کارمندان بانک قصور داشتن در این باره. این بحث تمدید مدارک اقامت که بهش اشاره کردی یک بحث خیلی مهمی از زندگی سالانه افغان ها هست در ایران که به نظر میاد همش هم داره یک چیزایی بهش اضافه میشه که این موضوع رو سخت‌تر میکنه برای مردم. دقیقاً، به هر حال وقتی کسی در جامعه میزبان زندگی میکنه، زندگی و ادغام شدن در جامعه میزبان ابعاد مختلفی داره که اصل و اساسش اجازه اقامت است و اینکه اینها با چه نوع مدرک قانونی در اون زندگی میکنن و هر امکان دیگه و هر شرایط دیگه که به سر از اینا بیایه بستگی به این داره که اقامت از اینا چی شرایط داره. در چیزی که هست خود
انواع اقامتی که شهروندان افغان در ایران دارن، از جمله کارت آمایش، پاسپورت های مختلف، پاسپورت دانشجویی، پاسپورت خانوار، خود از یک موضوع بسیار پیچیده است که هر سال خیلی سردرگم میکنه. چند وقت پیش ما با یکی از افغان های مقیم ایران صحبت میکردم که به دلیل از اینکه همسرش، یعنی پدر خانواده که سرپرست خانوار بود، در زمان طرح آمایش در ایران حضور نداشت، او کلن تمام مدارک از اونو باطل شده بود و ای به عنوان مادر خانواده نتونسته بود که اقامت خود تمدید بکنه. ولی خب فقط این نیست، فقط مسئله اقامت نیست، چیزهای فراوان در زندگی افغانها در ایران وجود داره که همچنان مشکل ساز، از جمله خیلی سریع اگه من مثال بزنم، مسئله مشاغل است که مشاغلی که افغان ممنوع، شهرهایی که افغان ممنوع اجازه تردد ندارن، یا مثلا فرض میکنیم که مسائل مثل گواهی تجرد که خانم های بالای 18 سال باید هر سال مراجعه بکنن برای گرفتنش. فاطمه مسیحا، ممنونم. بنابر یافته های یک پژوهش بین المللی، موج گرمای امسال در نواحی پیرامون قطب شمال یا شمالگان گواهی روشنی از تغییرات اقلیمی است. دانشمندان میگویند وقوع این گرمای بی‌سابقه بدون دخالت بشر ممکن نبوده. گرمتر شدن منطقه شمالگان به معنی آب شدن بیشتر یخ‌های قطبی، بالا رفتن سطح آب دریاها و تغییر بیش از پیش الگوهای آب و هوایی است. گزارشی از جاستین رولت، خبرنگار ارشد محیط زیست بی بی سی. 6 months of record. 6 ماه گرمای بی سابقه به آتش‌سوزی وسیع جنگل‌های قطب شمال در سیبری دامن زد. ماه گذشته توده بزرگی از دود در تصاویر ماهواره‌ای از این منطقه قابل دیدن بود. نقاط قرمز در این نقشه نشان می‌دهد که دما به طرز استثنایی بالا بوده، بیش از 5 درجه بالاتر از میانگین در بیشتر نقاط سیبری. این شامل بالاترین دمای ثبت شده در بخش شمالی مدار شمالگان هم میشه، گرمای سوزان 38 درجه سانتیگراد. یک پژوهش جهانی با نظارت مرکز هواشناسی بریتانیا به این نتیجه رسیده که این هوای بی سابقه گرم امکان پذیر نمی بود مگه با تولید گازهای گلخانه‌ای به دست بشر که باعث گرم شدن زمین شده. موج سرمای 2 سال پیش را یادتان هست که از سیبری آمده بود؟ هوای سرد و برفی بی سابقه. این به ما نشان می دهد اتفاقی که در قطب شمال می افتد فقط محدود به این قطب نیست. 6 جریان هوای اصلی در سراسر بریتانیا است که 4 تا از اونا مستقیما از نواحی قطب شمال میان. با اینکه خیلی از اینا کاملا قطعی نیست، اما اگه اتفاقی در قطب شمال بیفته، منطقیه که فکر کنیم در هوای بریتانیا هم تاثیر میذاره. گزارش امروز گواه دیگری است بر اینکه افزایش حجم دی اکسید کربن در جو زمین باعث ایجاد تغییرات اقلیمی میشود. حرف ما اینه که این موضوع بی سابقه است. این شدیدترین حالتی است که تا به حال دیدیم. ما تا حالا تغییر 600 برابری احتمال وقوع یک پدیده رو ندیده بودیم. هیچ وقت همچین نتیجه‌ای رو ندیده بودیم. احتمال می‌دهند طوفان‌ها و سیل‌های ماه فوریه هم از وضعیت قطب شمال نشأت گرفته باشند. می‌دانیم که سرعت گرم شدن قطب شمال 2 برابر بقیه نقاط زمین است، اما تأثیر بلندمدت آن در بریتانیا هنوز مشخص نیست. با نگاهی به داده‌های زمین‌شناسی تصور می‌کنیم که در 5 میلیون سال گذشته چنین حجم بالایی از دیوکسید کربن نداشته‌ایم. به همین دلیل نمی‌دونیم این موضوع در آینده چه چیزی رو برای ما رقم می‌زنه، چون در وضعیت بی‌سابقه‌ای هستیم. با موج گرمای امسال، کاهش پوشش یخی روی آب‌های قطب شمال و ذوب شدن یخ‌های دائمی سرعت گرفته که خود این باعث گرمایش می‌شود و در نهایت ما اینجا در بریتانیا هم باید منتظر تغییرات اقلیمی حادتر باشیم. Justin Rowlatt, BBC News. ممنون از همراهیتون با این بخش خبر.